به نام خدا، با عرض سلام. روزبه افشاری هستم از فارکس حرفه‌ای. هستیم تا در ادامه آموزش بازارهای مالی در این جلسه، در جلسه 17 هم، در مورد IB نماینده کارگزاری، خدمات IB، تفاوت افتتاح حساب از طریق IB با افتتاح حساب مستقیم، ریبیت، انتقال حساب به IB صحبت کنیم. IB یا نماینده کارگزار که با IB نشون میدن، مخفف Introducer Broker یا معرف کارگزار هستش، به شخص حقیقی یا حقوقی گفته میشه که تونسته نمایندگی کارگزاری یا کارگزاری ها رو اخذ کنه. یک IB معتبر شرایطی رو داره که اولین اون داره بودن وبسایت، که از طریق وبسایتش اطلاعات کاملی رو در اختیار مشتریان قرار میده که این اطلاعات شامل اطلاعات افتتاح حساب، اطلاعات آموزشی، مراجعی که وجود داره برای این کار، موارد واریز و برداشت و دیتیل کاملی در مورد همه اونا هستش. اگر به وبسایت ما سری بزنید، در وبسایت ما قسمت‌های مختلفی داره، من جمله مدرسه فارکس، کتابخانه فارکس، مواردی که مربوط به افتتاح حساب، استراتژی های فارکس، دانلود پلتفرم های فارکس، تحلیل تکنیکال، راهنماهای ثبت نام در بروکرها، آپشن فارکس و سایر قسمت هایی که میبینید، که به صورت کامل در مورد قسمت های مختلف به فرد اطلاع رسانی کاملی رو انجام میده. قسمت بعدی اطلاعات کامل در مورد تک تک کارگزاری ها هستش که میاد در مورد انواع حجمای معاملاتیشون، اسپریداشون، کامیشناشون و سایر موارد در مورد رگولاتوریشون اطلاعات کاملی رو ارائه میده که میتونه از طریق وبسایت، در طریق ارسال ایمیل و سایر مواردش. معمولا IB معتبر حداقل 50 مشتری رو به بالا دارن و در واقع میتونن مشتری مختلفی رو در کارگزاری یا کارگزاری مختلف هدایت کنن. اطلاعات کامل در مورد بروکرهای فعال، یعنی در مورد تک تک کارگزاری هایی که در یک منطقه در حال فعالیتن، اطلاعات کامل رو داشته باشه که بتونه با مقایسه اونها بهترین کارگزاری رو به تناسب شرایط یک مشتری بهش معرفی کنه تا اون مشتری بتونه بهترین استفاده رو بکنه. دانش کامل در مورد مواردی که تو بازارهای مالی استفاده میشه و در واقع شامل اطلاعاتی که مربوط به انواع تحلیل ها، انواع روش ها، انواع بروکر ها و سایر موارد کامل در مورد این مقول هست رو داشته باشه. خدماتی که یک IB به مشتری ارائه میده شامل افتتاح حساب و آموزش ثبت نام، که فرد رو از همون ابتدا برای افتتاح حساب دمو یا ریل راهنمایی میکنه که به چه صورتی اقدام کنه، مدارکش چی هستش و چه مواردی لازم داره، واریز و برداشت، این در مورد تمام IB ها صدق نمیکنه، بعضی از IB ها به مشتریاشون کمک میکنن تا اینکه بتونن واریز و برداشت رو انجام بدن، و در صورتی که افراد بتونن مستقیما این کار بکنن، نیازی به IB برای این کار ندارن. ریبیت که در مورد اون در ادامه توضیح کامل رو میدیم، ارائه تحلیل که میتونه به صورت هفتگی، روزانه برای مشتریانش تحلیل ها رو ارسال کنه یا در وبسایت قرار بده، پشتیبانی و مشاوره، یعنی اینکه بتونه اونها رو کمک کنه، راهنمایی کنه در چه در ابتدای افتتاح حساب چه در ادامه برای مواردی که دارن، حل مشکلات احتمالی که ممکنه افراد یا مشتری با اون برخورد کنن، که ممکنه یه سری از این مشکلات در واریز باشه، یه سری مشکلات در برداشت باشه، یه سری مشکلات در معاملات باشه یا ضعف اطلاعاتی مشتریان باشه. آموزش لازمه رو به اونها ارائه بده، یعنی پکیج های اطلاعاتی رو داشته باشه، پکیج های آموزشی رو داشته باشه که بتونه به اونها ارسال بکنه یا در اختیارشون قرار بده. اعلام آخرین اخبار بروکرها، پروموشناشون، بونوساشون، مسابقاتشون و آپدیت هایی که انجام میشه. انتقال وجه بین کارگزاری مختلف، ممکنه مشتری در دو یا چند بروکر حساب داشته باشه، بتونه کمکش بکنه که در بین بروکرها با هزینه ناچیزی مبالغش رو منتقل بکنه.
IB رگوله در برخی از کشورها مانند آمریکا و سنگاپور برای اینکه یک فرد بتونه IB بگیره نیاز داره تا در امتحانی که مربوط به این زمینه هستش قبول شه و مدرک مورد نظر IB رو دریافت بکنه و بعد میتونه به مشتری ها ارائه خدمات بکنه. این موضوع به خاطر حساسیتی که مسئله IB داره وجود داره و همه IB هایی که تو اون مناطق میخوان که کار بکنن نیاز به اخذ مدرک مربوطه رو دارن. بسیاری از افراد در مورد تفاوت افتتاح حساب مستقیم و افتتاح حساب از طریق IB سوال میکنن که فرقی بینشون وجود نداره. اسپرد و کامیشن در هر دو یکی هستش و در معاملات فردیش تفاوتی نمیکنه. فرقی که داره اینه که فرد میتونه از خدماتی که IB بهش ارائه میده استفاده بکنه. خود بروکرها هم ترجیح میدن تا افراد از طریق IB حساب بکنن و بتونن یه سری موارد اولیه یا در حین کار رو از IB بپرسن و در واقع IB یک پلیه بین بروکر و کلینت که میتونه اطلاعات لازمه رو بینشون منتقل بکنه. IB همکار یا ساب IB هستش که یک IB بزرگ میتونه با IB هایی که کوچکتر هستن همکاری داشته باشه و اون IB ها زیر نظر IB بزرگتر کار کنن و این هست رو برای IB کوچکتر داره که از خدمات IB بزرگتر استفاده میکنن. کمیسیون IB هر فردی که به عنوان IB Introducer Broker هستش کمیسیونی رو از معرفی مشتری ها میگیره و این کمیسیون بابت معاملاتی هستش که اون افراد انجام میدن، نه وجهی که در کارگزاری در واقع به عنوان سرمایه گذاری وارد میکنن. که نوع اول این کمیسیون، کمیسیون ثابت هستش، یعنی فرقی نمیکنه که افراد چه نمادی رو معامله بکنن، هر نمادی رو که معامله بکنن یه کمیسیون ثابت پرداخت میشه، مثل فیبو که کمیسیونش برای هر لات در تمام ارزها، نمادها، کالاها یکسانه. کمیسیون درصدی هستش که درصدی از اسپرد در اون نماد پرداخت میشه، یعنی اینکه کمیسیون متغیره و بسته به اینکه رو چه نمادهای معامله انجام میشه این کمیسیون پرداخت میشه، که در مورد اکسنس این کمیسیون 33% از اسپرد هستش. یکی از مواردی که ما برای مشتری انجام میدیم ریبیت هستش. ریبیت به این معناست که قسمتی از کمیسیون IB که از طرف کارگزاری به نماینده یا IB پرداخت میشه، قسمتی از اون به مشتری پرداخت میشه که ما 50% از کمیسیون IB رو که میگیریم به خود مشتری ها پرداخت میکنیم. زمان پرداخت ریبیت بسته به بروکر متفاوته. بعضی از بروکرها که اکثراً در واقع تو این دسته هستن به صورت ماهانه این کامیشن ها رو پرداخت میکنن و نماینده کارگزاری های IB هم اون رو اول هر ماه محاسبه میکنه یا از طرف بروکر که اعلام میشه به کلاینت ها پرداخت میکنه. نوع دوم پرداخت اتوماتیک هستش که در معدود بروکر ها ارائه میشه، مثل فارکس فور یو که به صورت روزانه هستش. هر وقت فردی توی فارکس فور یو معاملاتی رو انجام بده 2 ساعت بعد از بستن هر پوزیشن IB اون پرداخت میشه و IB میتونه در واقع توی کابینش تنظیم کنه که این ریبیت به صورت اتوماتیک به تمام افرادی که توی لیست مشتری هستن پرداخت شن. مثلا کسی که توی فارکس فور یو تو مجموعه ما قرار میگیره میتونه در واقع هر روز و هر 2 ساعت بابت معاملاتی که انجام میده این ریبیت ها رو دریافت بکنه. افرادی هم هستن که در واقع میخوان که حسابشون رو به گروه IB منتقل بکنن، که 2 دست هستن. افرادی هستن که حساب رو به صورت مستقیم با کارگزاری افتتاح کردن و افرادی هم هستن که از طریق نماینده های دیگه حساب رو باز کردن میتونن به گروه های IB دیگه حسابشون رو منتقل بکنن.
که بسته به نوع بروکر متفاوت هستش. اولین مدل اون این هستش که یک افتتاح حساب جدید انجام میدن با استفاده از لینک مربوطه و مانند اکسنس که در واقع میتونن با لینک جدید یک ثبت نامی انجام بدن و در گروه های آی‌پی قرار بگیره. بعضی از اونها هم نیاز هستش تا حساب قبلیشون رو ببندن از طریق ارسال ایمیل به شرکت و یک کابین جدید باز کنن و توی گروه های آی‌پی قرار بگیرن مانند آلپاری. و دست دوم از طریق ارسال ایمیل هستش برای جابجایی که یک ایمیل ارسال میکنن به شرکت و کارگزاری جایگاه اون رو به لیست مشتریای آی بی تغییر میده. برای اینکه اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین توی سایت ما میتونید در قسمتی که شرایط انتقال هستش در گوشه سمت راست شرایط انتقال رو در هر کدوم از بروکرها مشاهده کنید که چه شرایطی داره، طبق اون عمل کنید تا اینکه بتونید حسابتون رو منتقل بکنید و از خدمات ریبیت که در قسمت ریبیت فارکس که در بالای سایت هستش و توضیحاتش اینجا کامل داده شده استفاده کنید و میزان پرداختی ریبیت رو در تک تک بروکرها مشاهده بکنید. این جلسه در اینجا به پایان میرسه. با آرزوی موفقیت و پیروزی شما، خدا نگهدار.